مامان جانم، من خسته شدم. منم همینطور. بابا دوباره ما رو پیچونده رفته. عزیزم صد بار بهت گفتم حرفای خوب از بابا یاد بگیر. مامان من خسته شدم. داشتم فکر میکردم اقامت خانواده تو کانادا چقدر میتونه به ما کمک کنه. من به اونا گفتم که تو مجردی. خب چه اشکالی داره؟ ببین منو چه بهتر از قبل از رفتن همه حرفامو با هم بزنیم. اگه مشکل نازنینه میسپرمش به مادرم. از نظر تو زن آدم نیست، حق نفس کشیدن نداره، باید بزنن تو سرش خفه بشه. از چوب واسش هوو بتراشم بهش تعظیم کنم. اینجوری آدم برفی آدم درست میکنه؟ اینجوری که نیست. از گوشه بامی که پریدی پرید نازنی دختر ما. دیگه به نازنین فکر نکن، نه این که نخوام بدن یا این که دلم نخوام بدن، نه اینا قانون دیگه، اینا عدم صلاحیت شما تعیین شده و خلاص، اینم حکم. بیاریم دختر نازنین، بیاریم. عزیزش نکن. بیاریم. بیاریم نازنین. بیا. مامان. خوب میشه؟ آره عزیزم. آره قربونت برم. الهی که بشه. دارواشو بهش بده. دیر میشه. مهین گامبو. عکس نگاه کن. لغت نکنی ها. لغت نکنی ها. عکس نازنینه. الهی قربونت برم. تو معلوم از کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ تو اصلا میدونی با مامانت چه کار کردی؟ از خواب و خوراک انداختیش. منم از دستت ناراحتم عزیز دلم. هستی جان؟ خانومم داروهاتون رو بیارم بخورین؟ نه عزیزم دیگه قرص و دوا تعطیل. ایشالله همیشه خوب و خوش باشی، سلامت باشی. دکترا گفتن باید قرصاتو تا آخر بخوری. تا خدایی نکرده به اون روزای وحشتناک بر نگردیم عزیز دلم. من اینجا هر روز خدا با روزای دیگهش فرق میکنه. منم شکر خدا امروز حالم از روزای پیش بهتره، فقط فکر میکنم هنوز یکم استراحت احتیاج داره. استراحت یا فکر و ذکر؟ ذکرش که خوبه. میگن زندگی سه تا پیچ داره. پیچ اولش تولده، پیچ دومش عاشق شده، پیچ سومش کمونم من نزدیکه پیچ سوم. پیچ سوم یعنی مرگ؟ تو به پیچ دوم رسیدی؟ عاشق شدی؟ سه شنبه که دارین میرین من رو با خودتون میبرین؟ چی؟ تو هم حاجت میخوا. سلام علیکم مهین خانم. علیکی سلام. حال شما چطور؟ خوبم. یعنی بگم من خانم شما چرا میای خرید میکنیم؟ پس کی باید خرید کنه؟ مگه من مردم من خانم؟ به من بگید من دو دستی هرچی بخوام میارم در خونه تعبیرتون میدم. این دفعه چشم. نه نه دارم ورزش میکنم، رکاب میزنم. چشم حتما به خانم میگم. قربونتون برم، خداحافظ.
کاری داری؟ رعنا خانوم زنگ زد. آقا صمد هم زنگ زد، گفت برای نهار نون سنگک میگیره، شما تشریف نبرید نونبایی. رعنا چه کار داشت؟ بعد این همه سال یاد ما کرد. پنجشنبه تولد مهناز خانومه، دعوتمون کرد، خیلی اصرار داشت منم با شما باشم. بابا من اینجور، من که میدونی اصلا حوصله مهمونی ندارم. خانم جون، پنجشنبه شب یلداست، تعطیله، هم فال هم تماشا، بریم دیگه. بالام یادته هست خانوم، رعنای ما رو چقدر دوا درمون کردی بلکه دامنش سبز شه و حالا خودت گرفتار دکترا شدی. من پشتم برم یه آی به سر صورتم بزنم. خب بریم پایین. بده بذار من بیام. نه خودم میرم. میتونی؟ آره. حتما. خدا بیامرز مادرش، خدا رحمتشون کنه. زن خیلی خوب و با خدایی. بله باور کنین یه عمر بوی حلوای شب جمعش ما رو یاد اموات اون میداد. خدا همه اموات رو بیامرزه. ما خیلی همسایه های خوبی بودیم. من این جون بالاخره دکترها چی گفتن؟ والا نتیجه چندین جلسه رفت و اومد پیش بهترین دکترها این شده که برای بهتر شدن حالش باید یه بچه بیاره بزرگ کنه. خب چرا نمیره بگیره؟ خب نمیشه رعنا جان. چرا نمیشه مادر؟ یه مرد میخواد، یه آدم با مرام که موقتا باهاش ازدواج کنه تا دولت بفهمه که این شوهر داره، بهش بچه بده. بچه رو که گرفتن طلاقش بده و خلاص. هان پس یکی باید پا پیش بذاره، اونم یه آدم خیلی مطمئن. سلام چطوری آبجی؟ اگه قول بدی دختر خوبی باشی سال آینده اندازه من که شدی عزیز آقا یه دونه عروسک گنده تر از من برات میخره. خوبه؟ بابا مامان تو اومد اینجا اینه رو بیاری پایین، خودت هم نشسته پایین داری غیبت میکنه. سلام. سلام امیر. به به سلام الهام خانم. سلام. الهام خانم خواهر آقا ایرج دوست عزیز آقاست، تازه از خارج آمده. خوب ستاری دختر؟ از خارج اومدی؟ سلام خوب هستی؟ چطوری؟ ای در به در چی تو رو دعوت کرده به این زش؟ اینجا دیگه دعوتی نیست، خونه خودمون عزیز آقا. بفرمایید. صبر کن اول. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. سلام چطوری؟ خوبی عزیز آقا؟ چی رسیدی فرودگاه؟ سلام چطوری؟ شما بردنش دیشه خدا اولین جایی که اومدم اینجا. مرسی عزیز. جلیسم بعد از یه عمری این اسماعیل فرستادیم دنبال یه سری هنرمند، حالا اگه اومد رسید این اسماعیل چلمن. بنده به دلیل انبساط خاطر هستی خانم، دوست همسر عزیزم رعنا خانم، به دلیل اینکه بچه‌شو شوهرش ولش برده و این انبساط خاطری بشه از این گیر گرفتاری تازه راحت شده، از این دو هنرمند گرامی خواهش کردم بیاد و به حال این بزم ما یک شروع شعفی بدن. جناب ایرج خان و آقا منوچهر خان شیرازی، به افتخار این دو هنرمند دست بزنن. خواهش می‌کنم. Thank you.
هیچ کس نمیتونه جای نازنینو برای من پر بکنه. بچه‌ای که 9 ماه ریتم نفسش با صدای قلب تو تنظیم شده. اینقدر راجع به مادر بودن راحت قضاوت نکن رنا جون. بچه دار نشدنمو به رخم میکشی؟ درسته من بچه ندارم، اما با عزیز زندگی کردم که از همه بچه های عالم بچه تره. لباساشو شستم و تنش کردم، جاشو پهن کردم و هزار جور براش قصه گفتم. حرفای پدر مادرشو شنیدم اما بروم نیوردم. ماشالله به عزیز آقا، جاشم شما براش پهن میکنین؟ تو چرا سرتو کردی بیرون از اون زیر؟ به دوا درمونت برس. چشم عزیز دلم. آدم که به دوستش زخم زبون نمیزنه. تو اگه بچه نداری عوضش دلت خورسه که درد سرم نداری. فرق من با تو اینه که من داشتم و باختم، تو نباختی اما به داشتنش فکر میکنه. نازنین چی؟ اونم به تو فکر میکنه؟ آدمی که عاشقه دنبال این نیست که طرف مقابل دوستش داره. من باید برات چی کار کنم؟ گرفتن بچه از بهزیستی احتیاج به زن و شوهر داره، یعنی یه زن و مردی که مدتی از ازدواجشون گذشته باشه و صاحب بچه‌ای نشده باشه. یعنی باید شوهر داشته باشی؟ متاسفانه بله. میدونی که تو این شرایط هم به کسی نمیشه اعتماد کرد. قربونت برم. ولش کن بهش سرما میدی. ای بابا گرفتم، مثل بچه ها میمونه به خدا. عزیز دلم قربونت برم. کار ما دیگه از این حرفا گذشته. من برم 2 چای بیارم براتون. به حرفای خونه ما فکر کردی؟ بعد از رفتن تو من خیلی با خودم کلنجار رفتم. ببینم، تو بودی شوهرتو 2 تقدیم دوستت میکردی؟ حالا به هر دلیل. دلیلشه که مهمه، فکر نه من چی کار به شوهر تو دارم. رنا جان باور کن. باور میکنم، اما باید به هم زمان بدی. بعضی وقتا تو زندگی فرصت برگشتی نیست. من زندگیمو دوست دارم هستی. We'll be right back.
نمیتونم خانم. هرچی فکرشو میکنم ببینم این کار کار من نیست. من نمیتونم این کار بکنم. قضیه رو انقدر جدی نگیر. این پیشنهاد موقته. موقت و غیر موقتش خیلی مهم نیست. من میگم زن لیباس آدم نیست که دم به ساعت اینه در بیاره اون یکی لیباسی بپوشه. یا آدم نمیگیره لانا، یا وقتی گرفت دائمه میگیره. هستی دلش به بچه خوشه. تازه من باید بترسم که زنم، نه جناب عالی. مگه من میترسم؟ من اگه میترسیدم این همه مدت پای تو که عشقمی همسرمی وا نمیستادم. ببین عزیز خواهر، تو به خاطر من این کارو انجام بده. اصلا لازم نیست هستی زن دائمت بشه. حالا اومدیم از پرورشگاه بچهش گرفت، کارش حل شد ولی نرفت، طلاق نگرفت، اون وقت چی؟ وا، مگه تو به خودت شک داری؟ آخه میدونی چیه رنا، من تحمل دیدن هوی طوری ندارم، به خاطر اون میگم. منو هستی میدونیم داریم چی کار میکنیم. بهتره تو هم زودترین کار انجام بدی تا زمان از دست نره. زمان که خیلی مهم نیست رنا. تو اینجور موارد اگه زن عاشق مرد بشه اون وقت کار خیلی پیچیده میشه، ازش جدا نمیشه. شما واقعا میخواین کار انجام بدی؟ اگه آقا جون عزیز بفهمن سه. ببینیم آبجی، خیلی باید سعی کنی که حتما عزیز آقا جون از موضوع هیچی متوجه نشن. فقط اسماعیل بگو پسر خاله، اون اگه بفهمه یعنی بی بی سی همه دنیا فهمیده. خانم رعنا رحمتی، برای سومین بار در حضور شاهدین میپرسم، آیا شما با ازدواج دوم شوهرتون با خانم همتی موافق هستید یا خیر؟ عروس خانم، آقا داماد، بفرمایید بره امضا. بفرمایید. الو. ببخشید اینجا بفرمایید. داداش، واقعا واسه خط بیشتر کار درد سر بده. بابا، این زنم شوهر اونم زن دکتر. بعدم این عقد سوریه. فقط دونی یه موقع صدا تیره همیزو کنی بیشت مبارک باشید. مبارک باشید. آقا رسی سردم رو داریم آقا یخ کردیم بیرون. چرا در گفل کردی؟ آده اسماعیل چرا در گفل کردی؟ بیا در واکن هشتی شبه بارس رفت یه دون خلاب بیگه. اسماعیل بیا، اسماعیل خانه چاخترا بیا در واکن. عزیز آقای خودمونه شاد آماده. به به یک در ما کن دیگه، آدم را بیار یک در ما کن. سلام علیکم. زهر ما آقایم ببخشین، بار ندارم، بفرمان فردا انشاءالله. آقا جون مرد باز آقای حسین باز قط بوده دیگه، صادرات میشه گاز، بفرمایید. اجازتون گفتم مغازه رو تعطیل کنم خوشحال بشین. خجالت بکش مرد حسابی، مردم میرن تبلیغات میکنن، اسپانسور میدن که دکانشان شلوغ بشه. مال ما خودش همینجوری شکر خدا شلوغه، تو تعطیلش میکنی؟ ببین عزیز آقا، هر تازه دامادی یه هفته ای در دکانشو میبنده میره. من خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم. آخه مرد حسابی، همه این محل شیرینی پس کرده، اونم با تخیل من. چی بش؟ خب داماد شدین آخه. دیرم چه شده باشم تو رو سننم.
آقا یه ساعتونم نیست من داماد شدم، همه دنیا فهمیدن، محله فهمید، کسبه فهمید، دوست فهمید، آشنا فهمید، فامیل فهمید، داخل آقا رئیسی تادیه تلفون زده میگی تو این نبارک. خدایا یا اینی از من بگیر یا دوباره اله همینی از من بگیر. چاکرم آقا ولدی. صبر کن میرم. صبر کن پول ما رو کی میدی بابا؟ ولدی جون ساکت باش، من مهمون دارم بابا، ملاحظه منم بکن دیگه. آقا من دو پارت بار کشتیم گیر کردیم نزدیک بندر، اینا برسه اصلا بهت میگم آقا ساختمونت چند، اصلا اگه خواستی بهت پول قرض میدم چون میدونم گرفتاری دیگه. یا پولم بده یا آبروت میبرم. تو الان دو سالی که داری از این حرفا میزنی داداش. ای ولدی من پولتو نمیخواستی بگی. حالا این شد، دست شما درد نکنه دیگه، از این خبرها نیستا، فردا نه دنبال پول. دست درد نکنم. ببین پره کشتیه گیر کرده، این اگه آزاد بشه برسه بندر همه چی حله. خب بابا ماما خیالشون راحته تو درآمد داری و زندگیت رو روال افتاده. خب افتاده خبر ندارم، آرزوشون اینه که دامادی تو ببینن. خب دامادم میشم دیگه، مگه دیشب خانواده همسرم ندیدی؟ دست بردار ایرج، ما که به هم دروغ نمیگی. اصلا با مهناز حرف زدی؟ شاید نظرش چیز دیگه ای باشه. تو دست بردار الهام جون، تو اومدی ایران منو ببینی یه خبر دست اول ببری. هر دوتاش خواهر خودت هم دیگه. منو چه زنگ زد؟ گفت تو گربت گیر افتاده. اون گیر نمی کنه، خانمش از اون زبلاس. ایرج کجاست؟ باش قرار نداشتی؟ چرا؟ نه اون هاش داره میاد. آقا سلام علیکم. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. حق داری، حق داری، حق داری، من خودم رعایت خودم نمی کنم، حق داری. با دو تا ماچ رو به سهلش کردی دیگه. بابا ما سلامتی دارم، دو روز دیگه ازدواج می کنم، دوماد میشم. طبقه دارین زود بیان، من کلی گرفتارم. به جون خودم داشتم دنبال جا پارک میگشتم، گفتم قبل اینکه ماشین بخرم اول جا پارکش رو ردیم. قرار فردامون پا برجاست. آقا صبح چی کاری؟ با در خدمت. آرمان ده هفته سنت دیر میدون نیسته، حواستون رو شیشتون جمع کنید. آقا مخلص خیالتون راحت باشه. آدم بیاش نیستا این عزیز آقاها. بیا از کی تاله ما اینجا معطلیم، بیا بریم. کدومش میپسندی عزیزم؟ همش. همه؟ ولی براتون یه زحمتی دارم. خواهش میکنم. چه زحمتی؟ بفرمایید. 20 تخته فرش درجه در حد عالی. 20 تخته برای کی؟ فردا. بله خواهش میکنم، بفرمایید براتون فاکتور کنم. مثل اینکه داره اشاره میکنه کارش تموم شد. السلام علیکم. سلام، بفرمایید در خدمتم. معذرت میخوام دوست عزیز، فرش سرمه‌ای درجه یک چند تخته موجوده؟ ایوه اگه نداشته باشیم من براتون جور میکنیم. حالا چند تخته میخواید شما؟ به اندازه پوشش یک هتل 70 اتاقه. هفتاد. خیالتون راحت، من تمام سعی میکنم که براتون جورش کنم. حالا برای کی میخواید؟ فردا. میخواین همین الان بگم چکتون رو بنویسم؟ امروز دوباره هم نمیاد. ای بابا. خیلی خوب، حالا اینقدر خودتو ناراحت نکن. میگه ببین مهین، نمیفهمم چرا تن به این کارا دادم.
اصلا نمیفهمم چرا با من این بازی ها رو در میاره. هستی جان اینقدر ناراحت نباش، بیا یه کاری بکنی، یه قول و قرار باهاش بذار، چه میدونم یه زنگ بهش بزن، شاید اونم دلیلی داره واسه این کارا. ها به رعنا زنگ بزن. ها رعنا برای چی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام بفرمایید. سفارش شما آماده است استاد؟ نه متاسفانه شهرمندم واسه امروز اصلا نمیتونم. ایشون الان سفارش رو میخوام وانتم امرام. درسته حق با شماست، ولی حقیقت من یه سفارش هفته تایی هم داشتم، اینا با هم این مقدار تداخل پیدا کرد نتونستم. لطفا بیانه ما رو پس بدین، از جای دیگه تهیه میکنیم ما. باشه هر جور راحتید، برای ما که فرق نمیکنه. اجازه بدید چند لحظه. بفرمایید خدمت شما. بابا کارت خیلی درسته. چرا عزیز من؟ نیا کن شوخیت گرفته؟ یعنی چی؟ آقا ترابلش میکنم. اینا رو بددم اصلش باشی جیب مبارکت، کپی به من میدی؟ برای چی یه مش کاغذ پاره به من دادی؟ آقا درست صحبت کن. برای مغازه رو کلا میکنم. چی رو آقا بر کنم؟ صدا تو بیار پایین. ببین مغازه تو میبندم، برد نمیکنم تو رو. ای عداز بول همی الان بده، خیلی قاطیه. من تمام سلاش همون میکنم ولی نمیدونم باجی میفهم یعنی چی. اینا یعنی چی؟ اینا باید تو کار بیه. شما بشین، شما بشین، شما آبرو تو میبرم اینجا. بشین شما برای نمیذارم، بشین من حلش میکنم، برای حسیت نمیذارم. پس چرا عزیز نایمد؟ نمیدونم والا، قرارم ساعت 10 بود. آدم بدقولی که نیست. نه خانم جون، عزیز آقا اومد. بهتره بعضی چیزا همیشه نگفته باقی بمونه. نه بین من و رنا، اونم توی این شرایط. بفرمایید، بفرمایید عزیز آقا. خانم کجاست؟ خانم دکتر نیسته؟ الان صداشو میزنم. خانم کجا؟ سلام علیکم. سلام. نوکرتم، سوپ بخیر. گفتم سوبانه رو در خدمتتون بگذرونم دیگه. بله. بعد انشالله. بگیر ولی دستشو. بفرمایید. دست شما درد نکنه. شما برات خوب نیستن چله پاچه. بله شما خوبه نه؟ چیزی گیر سرین داره. نوکر. مثل که برو عزیزم. سنگک بیدنم شه. فکر کنم نونم تحریم شدیم ما. بفرمایید. اصلا هر جا یکتم سنگکی میدیدم خواهش میکنم، منزل خودش آدم، چه خوش اومدنه. بفرمایید گوش میکنم. چی؟ گوش میکنه؟ مگه من حرفی زدم که شما گوش میکنی؟ تازه مهم حرف بزنم که میفصل گوش میکنه. فرمودین برای نیامدنتون به پرورشگاه، برای گرفتن بچه از بهزیستی دلیلی دارید؟ بله اصلا من میدونه برای خودم دلیل دارم. من اصلا چرا باید میبادم پرورشگاه؟ خب یعنی ببینه خانم شد، نه اینکه ندونم و میدونم اتفاقا، ولی من میگم آدم چیزی که میتونه خودش از خدای خودش بخواد چرا بره از بنده خدا بخواد؟ بچه مخواد چرا بره آموزش پرورشگاه بخواد؟ چرا بره از بهتر زیستی بگیره؟ اینه از بیمارستان ها بچه بیاره خودت. ببین خانم من میگم آدم اگر خودش بچه خودش از خدای خودش بخواد، اون وقتی که اون بچه رو باب دیل خودش اونجوری که به دیلش میچسبه این بچه رو میتونی تربیت بکنی. بزنه تو چلش به پدرش های درست رو بخون. چرا درست رو میخونی بچه؟ برف میاد مدرسه رو تحصیل میکنی، تو برو مدرسه رو واکن، چکار داره اونا نمیری، تو برو بخون. واقعا از شما بعیده. بله بعیده دیگه. چی بعیده خانم دکتر؟ یعنی چی؟ یعنی شما منظور دینی که من برم بچه مردم بیارم خودم بزرگش کنم؟ بچه مردم که فردا باباش پیدا بشه، ننش پیدا بشه، بگه چی بچه من چی اینجا چی کار میکنه؟ خب بچه خودم رو بزرگش میکنم که فردا حرفی هم توش نباشه. من برم زحمت بکشم، سور ساعت سی و نیم هنوز سوپورا نیومدن، هنوز پاسبانا نیومدن بیرون، من باید برم کله پزه رو واکنم، سیبانه بدم به مردم بخوره. اونم یکی حساب بکنه، یکی پول نداره حساب بکنه، یکی بخوره بذاره در بره، با اون زحمت پولو در بیارم تازه برم بچه مردم بزرگ کنم. بچه خدا بزرگش میکنم دیگه. من میگم بهترین کار اینه که آدم بچه رو خدا خودش به آدم بده، نه آدم بری از بنده خدا بگیره. وقتی بچه دارم بشیم بالاخره پدر مادر
خوشحال میشن، نوشون رو میبینن، خیلی اتفاقات مثبت و خیلی میفته. سلام علیکم. منم میگم بی هممون بیزا زندگی کن، اونجا کوچیکه، فکر کنم اینجا خیلی مناسبه، بزرگه، خیلی هم اتخاب زیاد داره. آدم چرا یه روز اونجا باشه، یه روز اونجا، همه تون یه جا باشین، هر روز من هم اونجا باشم. بگم حساسیت دارم به گاز. نگاه کن این مزه آب و حوض میده. عزیز آقا خجالت بکش، این حرکات از شما بعیده والا. ببین این کارا رو نکنه، فکر کنم این کارایی که میکنی همه زیر سر تو باشه. آره عزیز آقا همه این کارا رو خودت کردی، تا دیدی شلوغ پلوغه از جلدت اومدی بیرون. یعنی چی؟ من نمیتونم اونجا اونجور، یعنی اون رهنه خانم که نه یک غذا درست میکنه نه را میده. آقا یه لباس تمیز من ندارم، همینجوری تو خیابون و کوچه آواره شدم، آبروم رفت بابا. خودت کردی آقا جون، خودت کردی. خجالت بکش، حالا تا زنگ نزدم خودت برو از خونه بیرون، به پلیس زنگ میزنم. آه احترام دست خودت باشه. ببین خانم دوشو، من اگه دروا نکنیم میرم قانون شکایت میکنم. برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، فقط برو از این خونه بیرون. یعنی چی؟ این حرفا چی میزنه؟ اگه احترامتو نگه میدارم فقط به خاطر رناسا، زنگ میزنم همین الان پلیس بیاد. برو بیرون از این خونه آقا. من زن شما نیستم، چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ ولی من که شوهر شما هستم. نیستی. من میدونی چیه؟ خوش میکنه خانم دکتر؟ گور بابای تو، اون زنی اولی ما، شما که دومی هستی. فکر کنم برم سومی رو بگیرم بهتر. برو! داور اگه اون زنه ها گلوم داره داور چنده دیگری رو بسازه، اما این بار داورم اشتباه شد 12 نفر به 11 نفر. بازی کن که با خوبانده کپیتانی منچستر یونایتد هم به دست اون بسته شده، رایان گیگز. سانت رو یک بار دیگه ببینید. من بده بودم ولی باید حبس و گذرون. وکلای تو استینافای پذیرفته شده رو وارد پرونده کردن، ولی بابا در حال حاضر چقدر شانس داری قبل از پایان حبس چیه؟ برام گیردم کرده برای خود چای. همه میگن آقا چیزی به نام زن نکن، خونه مخصوصا ماشین، خونه هایی که نمیتونی ببره ولی ماشین رو به هم داره میبره. رب نداره منم بنزی میکشم بیرم قربون دستید، اون بر دستید میرسه یه اصلی بکش. چی خبره؟ پول بهت میدم. آب مدزانی گیر با یولداشلار دوستا قرار گذاشیم شب بریم گردیش. تو به جای اینکه فکر زن و زندگانیت باشی داری وسیله الواتی زور میکنی. جن میشه در آوردن این دوتا زن ها. اون یکی در مرار رو گفت میکنه را نمیده، این یکی هم که هرچی اسی پس میزنیم جواب نمیده. آقا قدیمی ها هرچی میگن راست میگن، با زن باید مثل سایه رفتار کنی، سایه هر چی جلو میری اون دنبالت میاد. لانا آخه این چه زندگانیه درست کرده برای ما؟ لانا نگاه کن این صوف پارچی که درست پیش دادی به ما نخوردی، ما همه زندگانه بود گرفته. نگاه کنش بس کنه رو شطور با بارش گم میشه. سرم ترک ببینم، مگه با تو صحبت نمی کنم؟ مگه صدق نمی کنم رانا؟ ها؟
همین امروز، همین ساعت باید تکلیف این زندگی که برای من درست کردی رو روشن کنی. تو باید تکلیف رو روشن کنی. مگه هستی خانم زنت نیست؟ مگه نمیخوای بچه دارشی؟ مگه پدر مادرتون دلش نبه نمیخواد؟ همه از کجا میدونه این حرف کنه من؟ جلال خانو ببینم، تو فکر کردی؟ نه تو واقعا فکر کردی من حالو هم؟ با اون خانم دستمی یکی کردیم میخواییم پدری منو در بیاریم؟ بابا ناسلامتی من شوهرتم. من که با تو حرف نمیزنم، چرا گرم میکنی روتو میکنی اون بر؟ آقا این چه زندگیه برای من درست کردی؟ صدا تو بیار پایین پدر مادرت خوابیدن. بذار بیدارشم زهنم، بذار ببینم بچهشون به چه روزی کار گرفتار شده. معقول مثل اسمم برای خودم حسین شدم، برای دیگرم احترام داشتم. آقا رو حیثیت من رو بردین. آقا این چه زندگیه برای من درست کردی؟ نه شامم معلومه، نه نهارم، نه لباسم. خدایا خدایا چیکار چی بود؟ خودم خودم تو خودم ریختم تو سرم. ای بابا مامان بلنشی ببینین چی درست کردین. اگه به لج لج بازی شروع این از لج بازی با من لج 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 بازی دوتا از بغلم در بیار چیلی شکست دارم چیلی الان قولون آقرم از سنار باد سلام جانی خانم. سلام آقا جانی. علیک السلام جبرا. نازل دوزل جانی خانم، دیشب از طبقه بالا صدای فریاد شما دوتا بلند بود. ببینم سندیم تو با عزیز آقا مشکل داری. خدا نکنه، چه مشکلی؟ حالا رعنا خانم کجاست؟ رعنا؟ عجیبه، همه زنا وقتی با شوهرشون قهر میکنن میرن خونه پدر مادر خودشون، معلومه وقتی دعواش میشه زیتی میره خونه پدر مادر ما. رئیس پادگانو بابام تو کجا؟ شاید... بابای منه ها. شاید مهناز خانم گرفتار باشه این موقع. اون صدای مهناز خانومه؟ شاید که نمیزه صدا کلفته. خجالت بکش آقا، اصلا مهناز به تو چه ایز باده داره؟ آبجی منه. عزیز جان عزیز سلام آقا. سلام آقا. یادلال خانم. سلام آقا جان. سلام و زهر مار. چرا زهرم آن؟ دستت نردم فالوده بستنی چیزی شیه؟ آقا جان ببخشینا، میشه توضع بدین این کارکاسا چی انجام میکنن؟ بکنم یاد بچه که آقا نسته که من هرچی با تو حق بزنم از دیشب سر صدای شما بلنده، همش داد و فریاد میکنی. این چه زندگی درست کردیم؟ من بیخود کردم این خونه را، دادم دست شما، بعد میفرستادم میرفتین مستاجری. آخه چی شد؟ روشن نشد که. از آقا استارت بزن یه بار دیگه بزن. اراده کردی روشن شد؟ روشن شد. تو دلکو شاب رفته بود، موتورش کمپلت عوض کردن. موتورشی؟ ماشین صفره، چی موتورش عوض کرد؟ عزیز آقا خیلی خوب شد. آره. پس امشب مهمونی بازی دراز. مگه تو هم میخوای بیا؟ پس چی؟ آقا رو آقا امشب همه هنگه دیگه. کجا؟ لباسو، ویلای آقا اشکان. برای چی؟ زندگی. نه آقا، ما اهل این مهمونی ها و شب نشینی ها نیستیم. ای بابا، ما از دور میشینیم اونا نگاه میکنیم، شادی خودمونو میکنیم، کاری با اونا نداریم. شما هم بی خود به دلت صابون نزن.
دپ بر بالا بریم کله بازی بخوابیم. گیر شو بیا بالا. ای بابا گرخید چه اینه؟ این کاره نیم شدتش باز نمیشه. آدرس کافشام که بشنگ میدونی عزیز آقا وسط خوابم داشتم به این فکر میکردم که زنان چه موجودات خطرناکی هستن. من با تو زن گرفتم اسماعیل، اون وقت شما میگی واقعا که خیلی نفهم آقا. من نفهمم؟ آره شما که فهمیده ای چرا خودتو گیر انداختی؟ وقتی یه زن خوشگیر دختورم باشه اونم بگی به من منو بگیر شما نمیگیری؟ از قدیم گفتن مرد دو زنه جاش تو مسجد. راست گفتن اونو که قدمی ها راست گفتن هر چی میگن راست. ببین اسماعیل میدونی سازجی یا خانم دکتر کوفولو همه چیرم عوض کرده. یعنی نگران نباش، نگران کلیدشی با من. چطور؟ اصلا این کشو درشو واس کن، پنجه تا در واس کن توش. بش خونه خانم دکتر مگه نوشابه در واس کن درش. عزیز آقا یه فکری. چه فکری؟ بیا این دوتا زن طلاق بده یه زن سوم بگیر. خیلی ممنون. من میگم توی که اینقدر نوبغه ای چرا امریکا نمیاد تو رو بدوزی ببری به یه جای دیگه حمله کنی؟ ما رو نگاه کن رو دیوار چی داشتیم یادگاره مینوشید. اگه تیپ رو نداشتی چی کار میکردی؟ اگه بازی تو رو داشتم چی کار میکردی؟ دانی مدنم چی شد ایرج؟ این چی الان با خودم آقا بلدی پولتو که گرفتی دیگه چی میخوای؟ علیکی سلام چرا تری باید نمکن؟ از آقا بگیم به هم بودن نمیدونم چی کار بکنم همه چی به هم پیزیده شده. از الان اون کی اون در رو گفت میکنه این کی لباس حاضر نمیکنه بشی قضا درست نمیکنه همه آقا از امروز یاد جایی من تو این خونه یاد جایی تو این موتورم که پدر آدمی در میاره. من مخلصم عزیز آقا اینجا خونه خودته ولی الهام خواهرم چی کنه؟ خواهرم؟ مثل که قاطع کردی من خواهرم کجا بود؟ سلام عزیز آقا مذرد میخوام ایلام خانم شما الان سنده چقدره؟ 17 سال. شما سعی کنید سریعتر ازدواج کنید و خب انشالله که خدا کنید فقط مرد آیندهتون شبید داداشتون نباشه. ببخشید عزیز آقا ایشون خودشون حواسشون جمعه مثل اینکه آبجی ما من خدا هماهنگش ای بابا من چی میگم اون چی میگه اصلا میدونی چیه شاعر میگه گوشت تن تی بخور ملت حاتم تایی نبرن درود بچست میرم همون کله پزی بهتر از این بوتل شما. عزیز آقا بلن کن بابا عزیز آقا کجا بایستا من دارم هر روز دارم تو یه چیزی دیشه میپرونه بابا ناراحت نشو بلن کن بابا این دره پشت گفت کندم نیا. آدمی که دو روز زن و زندگی یادش بره همون بهتر که چای جوشیده بخوره و از گرسنگی خوابش نبره. آره عزیزم اصلا تحویلش نگیر. ببین هرچی اون قصه میخوره تو راحت باش. آره قربونت برم. نه رانا جان نه کاری ندارم مواظب خودت باش. خدا یعنی عزیز آقا رفت و قوطی دیگه. آخه مادر من اگر داداش من عاقل بودش دنبال اون هستی خانم نمیرفت که از در میرفت بیرون از پنجره میمد تو همش قربون رانا خانم میرفت. من میگم آقا شما بردار یه تلفن بزن. ببین مامان من تو یکی دخالت نکن. من هم موقع حرف میزنم شما میگه حرف نزن. یهو بگو خفه شو دیگه. کالدخ میشوی بطه ها با اغلم نلنگم. گلین خانم سلام آقا جون. سلام گلین خانم گرمیم سن بله ناراحت اولاسن ها. مرال خانم
محمود آقا چیه؟ یه میره دیگه چکار میکنن؟ حالا شو لباسه یه مراسم میزنن روی لباس ها تبلیغ میشه نتیجهش خیلی پرس یه محمود آقا این نوایون اون چطوریه؟ اون یکی سالون آرایشگر دارم بابا همه چی مجهزه میدیم الان درامال هم داری برای اینا بول بول گیشون میاد اون خیلی زیاد میگیم زیر زبانم هیچ کدوم کار نمکنم خب این کار راه هم آه ایرد اونه من کرده اخواست خونه ادالت نمی کشی من که حریب تو نشدم زنگ دادم صده ده اونه میدونم با شما عزیز به من بد کرد آقا جون خیلی هم بد کرد ما قول و قرارمون چیز دیگه ای بود عزیز آقا اگر پسر منه هیچ وقت خانه دلش گم نمی کنه اگه یه آشانه دیگه پیدا کرده بازم جلد و بیتاب خانه دلشه من همیشه باهاش رو راست بودم هیچ وقت تو زندگی بهش دروغ نگفتم هیچ وقت غیر از لحن خانومانه باهاش حرف نزدم نمیدونم ولی نمیخوام باورم بشه که یه عمری با جلد عزیز زندگی کردم نه با خودش دخترم تو هم مثل مهناز منی عزیز رهاش نکن تو این گرفتاری تو هم مقصری علیک سلام خیلی ممنون ما رو با وساطتتون از کلانتری آزاد کرده چرا حرف نمیزنیم حسی خانم خیلی زحمت کشید اومده میدونیم ماجرات چی بود من ببین اون کی گر کرد برای تو توضیح بدم چی شد تو دیگه چرا گر میکنی بابا حالا اون دومی توش اول هستی عجب آدم هایی هنینا خب من چیکار کنم آدم خودش مقصر نیستش شرایطی که آدم مجرم میشه دیگه مگه از اول که آدم به دنیا میاد تو کلانتره به دنیا میاد یه کارایی میکنن تو جامعه یه چله یارو گرفتار میشه پاش به انزا شکیده میشه اصلا راستشو بخوای بدونین چیه همش تقصیر شما زناست شما اگه با شوهراتون در خانه رفق باشین مرد نمیره دنبال رفق ناباب بره براتون قشنگ مفصل توضیح بدم یه خدا همش تقصیر این پسر ایرج بود من اصلا میل نداشتم این کاری بکنم از کی تو انقدر دست و دلباز شدی دوستات میبری رستوران شام میدی من از اولش هم دست دلباز بودم منتهاش کو تا ببینه چشم باز امثال ما را عزیز آقا بله. شما که خانومت شیش ماه یه بار رنگ رستوران نمیبینه آخه چطور دلت میاد پارتی مجردی بدی؟ خانوم من رستوران نمیبینه؟ بهش بگو هر روز صبحانه تو رستوران کلپزی کی میای غذا میخوری؟ به خدا اراده بکنه هر شب گودوای پارتی میدم مهمونه میدم هم مجردی هم متأهلی رفت دنبال این دوست و رفیقاش حالا کجا ممکنه رفته باشه نمیدونم میگم بریم کله پزی برو پوله رو بردیم برو احسن خوب هستیم خیلی خوشم آشال پله بون ببین آقا اسماعیل رانی خانم نگران عزیز آقاست آخه چطور شما نمیدونی کجاست؟ والا عزیز آقا گفته نگم شبا مغازه نمیخوابه من نگران دیر و زود اومدنش نیستم اما عزیز آقا آدمی نبود بیرون از خونه بمونه چند تا جا بیشتر نمیره یه پارک میره یه کافر شاپ میره پارتی هم میره آفرین پس تو خبر داری کجاست؟ تازه چی؟ بگو ببینم اتفاقی افتاده؟ نه خدای منو ببخش دهن لقی
عزیز آقا میخواد زن سوم بگیره. دمه دمه شسی جون بگیر رهنه خانم نگرنه از آقا نیست فهم این چیه؟ چی؟ اینو برای چی برمیداری؟ حواسش تا درزم این بازی چیه؟ همون تیلا بازی میگم بهش؟ قدیما همون چوگان خودمون بود با از رب بیرون از ایران بدون از روی میز تحویلمون دادن خدا بگم چیکار کنه اینا رو همیشه دو تا سه تا چیز از ما بردن یه دنه پس آورد این ایرج ما میگه شما منوچهر خان رو میشناسید درست میگه اون راستش بیشتر با این آلمان میپرید محمود جان این الان این آقای منوچهر خان الان چه وضعیت داره زنشی داره یا مجرده الان چجوریه خانومش ازش جدا شد منوچهر رو برای خروج از ایران میخواست مشکلش که حل شد قید منوچهر رو زد ایناش ببینم چرا شما راجع به اون منوچهر انقدر سوال میکنی؟ نه چون خیلی شما تعریفشو میکنی همچنین دلم میخواد ببینمش آه قراره به زودی برگرده نه الو بله الو نازنین سلام خاله جون قربونت برم الهی مامان هستی خونه نیست رفته بیرون آره عزیزم بهش میگم خاله جان باشه قربون شکلت برم خداحافظ وای خدای شکرت وای خدای شکرت میخواد برگرده از آقا کو از آقا از آقا نمیدانم 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 بخورو جمع کنم از آقا سلام آنا نه سلام آنا نه سلام نوتام بسا چی آیفتی بابا نه نه تی چلوش بگیم مام بسه چی رو مردم بسه مام بسه بشین 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 زرنا هس 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 اما نه بخچه همی بنای مدن خونه کار حل میشه ها؟ من گفتم حسابشونو برسم اونا به حساب من رسیدن آقا سلام علیکم ببینم که یه دارم میگردم تازه پیدا کردم عزیز آقا داروهاتو پیدا کردم اینا رو بخوری خوب میشی سلام عزیز آقا سلام آدر توی سلام بفرما مال منه بفرما اون چرا؟ این که ویتامینه خیلی من اونو بزن اونجا، مال اون نقصرف ماشینش بزا بزا کنه، بزن اونجا ما همیشه جوی عمل هستی به تو چه، تو رو برو، برو به کارت برس لا اله لا لا ها اما چه ملکای اوتوسون؟ آده، بابا این نمیشی، نه بزا بشینه بلش کن بابا، برو، برو به کارت این هم من گرفتان گرفت خیلی خوب مال نمیدم که بکنم بابا جبهن نشه وارد سبل اصیل ندم این دوا هم اینجا باشه نمیخوام اصلا برو اصلا بابا هم نمیخوام برو حالتون بعده بابا نمیخوام برو بابا چون بابا سندنم آخه برای چی میخوام اونجا بکنی آخه برای این دیگه نده این سندان شد داداش دیشب رنا تا صبح بیدار بود آخه خدا رو خوش میاد همش این پا اون پا میکرد خدا کنه خوشش بیاد اینا من این خانم نمیدونم کسشم من روش رسی هم اوه منی شک نکن عزیز آقا لا لا بچاره بابات داره از ناراحتی دق میکنه حرفای مردم محلم براش آبرو نذاشته بچاره همجور راه میره با خودش حرف میزنه میترسم بلایی سرش بیاد دیوونه بشه آخه مادر من قربونت برم خودش باید به فکر باشه
داداش عزیز به خاطر اصرار رعنا رفت این کار کرد. برو بابا، شما جوانم که گوشتون بده کار کسی نیست. وایستا ببینم جواب این رضایی رو چی بدم. خب فعلا بگین که بعد از هم شدن درس هم راجع به ازدواج صحبت میکنیم. گلش میکن هستی خانوم؟ هستی جان؟ سمد؟ سمد آقا؟ آی خانوم، من اینجا. سلام. سلام. برو بشین. برو بشین. بشین. ببین من خانم، من میدونم که شما با تلفن با نازنین صحبت کردی و اون هم قراره که با منوچهر خان به همون زودی خودشونه برسونن تهران، درسته؟ بله درسته. زهر مار درسته. شوپنگوزه، ببین اگر این حرفی که میگم برسه به گوش هست خانم، یه دنه برق فازی به تو وصل میکنم، یه دنه برق نولو به اون وصل میکنم، جفتتونه کار میکنم که عشق عاشقی رو فراموش کنه. باشه، ولی آقا من عزیز آقا نمیتونم به هستی خانم دروغ بگم، چه کار کنم؟ اگر حرف در مورد بزنی ها، یه کار میکنم عروسی جفتتون توی کبری دو طبقه نه سه طبقه برگذار بشه. چشم، خیالتون راحت باشه. چرا میخوای بیای تهران؟ من تازه علاقه من شدم، عشق قدیمیم رسیدم، چرا میخوای بیای زندگی من خراب بکنو؟ ایشالله خود زندگی تو خراب بکنو. عزیز آقا نده چیه؟ عزیز آقا من که دوز نیستم، از آقا وجدان داره منو میکشه. سمیجه من چیکار کنم؟ ببین این محمد خیلی قیافش میاد خلافکار دوزی نباشن. میدونم عزیز آقا، به خاطر همین میگم اگه گرفتار شیم چیکار باید بکنیم؟ پولت هم که نمیدن، گرفتار شده بیچاره میبرن زندان تا آخر اون. واه عزیز آقا، من به خاطر وصول طلبم شدم آدم این محمود خان. ببین اگه پره کشتی میگشت و این کشتی میرسید الان اینجوری نمیشد. ببین یه نقشه خوب دارم دو نفر اجرا میشه. چی؟ این دفعه وقتی قرار گذاشتی با اونا دوتایی میریم سر قرار. %20 این پول مال توه محمود آقا جون. نو کردم کوچیکم، بلدای مال مردم، به قرآن مال مردم، مال 40 نفر دارم زن و بچه داره. من یه روان تاکسی هم به من اعتماد کردن، تو رو قرآن نکن این کارا. اگه تو بدهی تو میدادی این وضع روزت نبود. محمود خان بابا این بیچاره که کاره ای نیست، ولش کن بذار بره بابا، زن و بچه داره. بله من که کاری بهش ندارم. بله پولا اینجاست میشه منه، من باش کاری ندارم. محمود خان من یکی دیگه نیستم، با این رسمن مال مردم خوریه. بله به خدا راست میگه، از خدا بترسید فقط. برو عرض دوست داری برو. آرمانو میبینی؟ تفلکم تقصیری نداره، اینم این من. اون محمود خیلی بیمعرفته. نه 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 اصلا. خب وایسه یه دقیقه بابا، اینجوری که نه. ببین بعد بریم یه جورای پولا رو بگیریم ازشون، بریم پس بدیم به صاحباشون. میخوام یه جورایی به خودش صاف صاف شم. طلبت چی میشه بنده خدا؟ طلب واجب نیست، مردم واجب ترن. برو ما همینجا میراهو بود. آقا سلام علیکم. ببخشید. کجا بودی بابا؟ دیر کردی؟ دیر کرده چم حساب میکنیم آقا. بول کن آماده شو بگیم. بودی
بدن عباس شما از اینجا مواظب باشید از اون ولی منم میرم بالا باشه باشه شما برو بالا ما پایید لحظه من از خانم برم رو برای دیگرم یه برم این اصلا برای چه ما رو آورد اینجا؟ میگه دوست داره با در حضور من حرف بزنه آدم عجولیه ولی آدم بدی نیست الهام من اصلا حس خوبی نداره قربان تو ببین عربت کدومش سلام از آقا سلام سلام شما اینجا بلدی؟ تو هنوز به دنیا نیومده بودی مادر من دوران دانشجویی با بابام اینجا قراره آره اینجا که دو ماه افتتاح شده خب قبلا چلو کباب دو تا چای لیوانه برای ما بیار من نسکافه لطفا برای خانم نیست و بیاره کافی من اینجا شما چی میخوری؟ آناناس اسچیپلیت یه دلم آناناس بیار با بیسکویت برایش بیسکویتی میخوری که اینجوری میشی مثل من نه برای شما خوبه نمان کنی دست دست آقا برو بشین خواهر تنهای برو بشین دیگه گفتم شاید چیزی لازم داشته باشی گفتی داره میاره برای ما حسابم نکن البته پولی که نداری حساب کن من حساب میکنم میگن خانم دکتر بهتر نبود هر چی کافتریای کافشاف تو تهران یه هفته ای بریم بگردیم البته بدون جناب عالی که اینور نشسته یه جوری هم نیست اقلا بگیم بچه اونه از خودمون بزرگتره چرا میخنده اون صدای خنده خیلی به نظرم آشنام میشه نکنه بانانم اون شبه چی اینجا رو با کردم بشون از من خیالاتش از خودمون بگیم عزیز آقا یکی دو شب خونه نمیری چرا؟ صد درصد رعنا بهت گفتی آره؟ من فقط نگران رعنا تنهاست شما که خانم دکتر در مقام همسر بنده همه درهای خونه رو بستی روی ما رعنا هم که در قلبش روی ما قفول کرده کلیدش هم معلومه پرت کرده کجا گوانه عزیز آقا خودتو ناراحت نکن خدا در خونش رو به کسی نبنده آقا به تو چه توی زندگی زن و شویی و خصوصی ما دخالت میکنی؟ تو با آبجت اومدی بیرون به ایشون توجه بود حالت با اجازه شما اینجا رو نگاه میکنی ببینین آقای عزیز آقا به نظر من آدمی که شب نره خونش خیلی کار زشتی میکنه از نظر علمی پزشکی هر چی که شما خانم این ورا کافشاب خیلی هستن همش یه دونه نیستن بلند شو برو بزنی با خانواده که صحبت میلی بکنیم دو تا زن و شوهر خیلی دخالت میکنم بریم خانم دکتر من میگم حرف من اصلا شما میدونید موضوع عزیز آقا ما هرچی با همدیگه نداریم حرفامون رو زدیم بعد از اینم اگر خواستید تشریف بیارید منزل ما با رعنا خانم قدمتون سر چشم اینا چی میشه تشریفش پشت برده دنبالشون بابا تو چی میخوای از جون من؟ تا این خانم و اون خانم اول ما طلاق نگیریم ایست که تو زندگی ما رو دست نمیکشی ها برو علینا میرن ها چی همه یه اون برن نگاه میکنی؟ چی اونجا بگیر؟ بابا به تو چه مربوطه؟ تو برو به خوهرت نرس میشه عجب که رفتاری شدی ما رفتن بر میکردن مرد باید رو ندی بزن دست شما درد نکنه به حال نمیدونم چی بگم رنا جون در مورد اینکه چرا چند شب نیومده خونه به من که چیزی بروز نداد
مهناز جون خیلی کم پیدایی، صدای خنده تو کافی شاپ همه جا رو پر کرده بود. ببخشید جای شما رو تنگ کردم، شما که از قول و قرار با داداشم من یه دلی از عزا در بردیم. گرمتون شده هست خانم؟ نه خیر جنابالی، انرژی منفی میدین ایشون گرمشون میشه. پس تا من از انرژی سر در میاری؟ زبونتو که کوتاه کردم اون موقع میفهمی انرژی یعنی چی. ناسلامتی داداشت عزیز آقاست دیگه. مهین ای بابا تو رو خدا بس کنی. یه من عزیز آقا ولی هم هست خانم رو بزن، هم اون داره هم مشکله، ماشین داره هم خونه داره هم دور احلماری هم درد برمی بابا به تو چه مربوطه؟ بابا زندگانی منه، من خودم میدونم. دخالت نکنی میگی من به جای شما باشم آقا اینو طلبش نمیدم، کار درستی داری میکنی. آقا شما دخالت نکنین تو زندگی من. حالا کجا میخوایم بریم؟ معلومه دیگه خونه تو. نه بابا کله بازی بریم. خونه من؟ آره دیگه شب تولد خواهرم الهامه نمیشون. نه بابا خب تولد آبدیتی بنداز تالار وزیرایی بنداز قهوخانه برو توی کافه شاپ، من تو خیابون بمونم که چیه تولد آبزی زن بولی؟ خب باشه باشه شب آجان بیل بابا خجالت دمی کشی؟ قدم زنها از خونه شوهرشون گرم میکردن میرفتن، حالا اون وقت مردم آد شده؟ چی میگی مامان بابا تو؟ خودش پیشنهاد کرد، خودش هم نگو برو این کارو بکن، نه که من ملز داشتم خودم رو گرفتار کنم. خیلی خوب، حالا نمیخواد انقدر ترس بخوری. سکار کنم این رنا اون رنای اول نیست، اون رنای همیشگی نیست، نه نهار و غذا درست میکنه، نه لباس های من هم میشوره. ببین چه گرفتار شدم، اومدم چه لقصه بلوی کاریگر بکنم. آخ جدم مه خودت همون عزیز همیشگی هستی که ازش انتظار داری؟ بله هستم. بله و بلا تو خجالت نمی کشی؟ تازه به خانم دکتر پیشنهاد میدی بچه دار شیم، ما حسل بریم. من چیکار کنم آخه؟ من تنهایی رفتم بهزیستی، بهزیستی گفتش که قانون بچه دار اینه که بچه دادن اینه که زن و شوهر باید حتما 5 سال از ازدواجشون گذشته باشه و یک کدومشون هم عقل باشه. چیکار کنم؟ مگه شما خودت بابا نمیگفتین که ما عاشق نوه ایم؟ جای یه دونه نوه تو خونه خالیه نمیگفتین؟ فکر کردی من بخواد این هوا حواس بود؟ والله من میخواستم خواسته شما برآورده بشه. خب منم انسانم، منم آدمم، من دلم نمیخواد یه بچه داشته باشم مثل همه مردم. مهناز بهتر یه زنگ به مهین بزنی که چی بشه؟ بهتر از حال و روز هستی با خبر باشی. قهر بودن یعنی بیخبری، وقت سرمون بی کلا میمونه ها. رهنا 100 دفعه گفتم که این پنجره ها اشراف داره به تو، 100% خونه بدون پرده نباشه. شما جای هرس خوردن واسه پرده ها بهتر شبا بیای خونه پیش زن و زندگیت باشی. شد یه بار من حرف بزنم شما جواب من ندی؟ بابا من ناسلامتی شوهر شما، ما مرد این خونم. چی میگین؟ شما قالو بافی یاد میده پیچ پیچ میکنم. بفرمایید درم واز نمیکنین، من بعد اینجا بیام پایین. بفرمان دروازه. از آقا سلام. ناشتم خیلی کار خوبی که گرگونیت برم آقا زود دستی بزم از خوب ناشتم باشم اون نردان تیزه ها کردم خدا آنالا خدا حفظه. کجایی مهین؟ چرا تلفن رو جواب نمیدی؟ ملی الو صدا نمیاد. نازنین الهی من قربونت برم مادر جون. الو الو عزیزم بگو. از آقا پسرم بیا خدا وکیلی ازت سوال میکنم، بگو ببینم این دوستت ایرج چه جور آدمیه؟ به درد خور هست؟ مرد زندگی هست؟ صاف صاف ننه اینی کف دست. خیلی خوش اومدیم، بفرمه بفرمه هستی جون. من اینجا خوش اومدیم. چه اینجوری کنی؟ این فیره خراب نخره. مگه عزیز آقا خونه هست؟
والا من نمیدونم، اصلا نفهمیدم کی اومد. مهناز ببین داره چیکار میکنه. داداش چیه؟ برای چی میخندی؟ بفهم. من اینجور خیلی خوش اومدیم. میرم خوب با عزیز این مراقب به خودت باشه. ببخشید، این مینی لامپ هاشی بکنم اتصال از همون باشه. برق ما سیفازه، عرض خانم، چون سیفازه بعضی وقتا سیه میشه. صاف کنه. با عزیزی. شما هم ببخش. عزیز آقا، من میگم یه دمپای لاستیکی بپوش، خطرناکه. اون برق با این اتصالی میده ها. عزیز آقا، فازمت همراهته؟ بابا، این فازمتی. اینم آمبولدسته. اشتباه نکن. آمبولدست میگه فازمت، فازمت میگه آمبولدست. فازمتر چیه رانا جون؟ من دارم میگم اگر دمپایی بپوشم با شما مثلا اومدین اینجا آشتی کنیم با هم دیگه، نه؟ میگم اگه شما قهر باشین چیکار میکنیم با هم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا قربونت برم، میدونم من بنده خوبی نیستم، میدونم که ازم راضی نیستی، ولی من نمیخوام دروغ بگم، مخصوصا به هستی. اگه این عزیز آقابت میذاش حرف بزنم بگم که نازنین میخواد برگرده، اینجوری نمیشد. اصلا میگم اگه خوشحال شد چه بهتر، اگرم نشد حداقل سرم و جلوش بالا نگه میدارم. خوبه؟ منم از اومدن نازنین با خبرم. سرتو بگیر بالا، برای منم دعا کن. بیا سرتو بلند کن. بیا، اینم جایزه راستگویت. دیدی ایرش خان، بعد از این همه گرفتاری و مشکلات بالاخره زندگی عزیز آقام ختم به خیر شد. خدا رو شد. من توی زندگانیم خیلی زحمت کشیدم، از بچگی یادم میاد کار میکردم، کمک به خانواده میکردم، هر شغلی که فکر بکنی من انجام دادم. آهنگری، ساندویچ فروشی، گوه، بساط میکردم. من ذره ذره با خاکنداز آبرو برای خودم و خانواده‌ام جمع کردم، ولی چی؟ آخرش چی؟ با یک کار اشتباه با آبروی خودم و خانواده‌ام بازی کردم. آدم بعضی وقتا فکر میکنه به اون چیزی که قراره برسه نمیرسه، خیلی مهمه، ولی وقتی میرسه میبینه پوچ. راست میگی عزیز آقا، راست میگی. خدا. اینم طلاق، هی گفتین طلاق. اینم تا بریم بشینیم بریم دیگه بابا، امر حجت مار برده. آقا به استقلال ما دیگه کف بزنیم، کف دوم برای تر بزنیم.
منو چه دیگه نه؟ خیلی خوشبخته. تو بی بختم. عزیز آقا ایشون هستن؟ بله، عزیزی اسکندر هستم. خیلی خوشبخته. آقا رو میشه. این همه مهمونه جشن عزیزه ما. بلاخره دوبار چه؟ ببخشید مزاحم که نیستم. خواهش میکنم بفرمایید. بهترین خاطره این سفر دیدن دو تا دوست بود که با هم حبو شدن و هنوزم هم فکر کنم هنوز شما رو بچه نام بالا رو میدونم. رنا جون خیلی خوشگل شدی اما سسانه خانه نه قربونت برم خاله مامانت که به این خوشگلیه. مامان من باربیه. وای 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 میبینی سیتی سماقی رو؟ بارگیری معنیش نمیدونم چی بچه گفت ولی واقعا درسته این زنهای خارجی خیلی شبیه زنهای ما هستن. خواهد بسیم مهین خانم کجا هست؟ مهین؟ بله. آها مهین مهین اونها اونجا دست شما را دست